درودی به وسعت ایران زمین به تمام هممیهنان عزیز و آزادی خواهم به اولین بسته خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید در دقایق پیش رو با اخباری بسیار مهم در خدمت شما هستیم داد و فریاد خامنه ای بر سر ابراهیم رئیسی خیانت تاریخی روزها به سی دلی و حکومتش و حکومت قصد جان فاطمه سپهری را کرده است ترس از شجاعت بی حد و حصر آزادی خواهان اما قبل از مشروع این اخبار ما یلیم با شما بینندگان و یاران کانال کیوسک که از ابتدا تنها حامی و دلگرمی ما بودید مطلبی رو به اشتراک بگذاریم بیشتر از سه ماهه که کانال کیوسک با محدودیت های بسیار زیادی مواجه شده و اخبار و مطالب ما با محدودیت بسیار فقط به تعداد بسیار کمی از سه هزار نفر یاران ما در کانال نمایش داده میشه بیشتر از سه ماه میشه که با این شرایط و با وجود تمام سخت ها در این راه ادامه دادیم ما تنها کانال فارسی زبان هستیم که تمام قد سمت و سوی خودمون رو مشخص کردیم و از فتنه 57 و, و تمام کسانی که در خیانت به شاهنشاه ایران دخیل بودند راحت جستیم شاید به همین دلیله که امروز کانال کیوسک بعد از گذشت چند سال در معرض خاموشی قرار گرفته اگه حمایت شما در زیر ویدیوها با نوشتن کامنت هایی به انگلیسی و فارسی و همچنین لایک کردن ویدیوهای ما کم بشه شاید پایان کیوسک به زودی رقم بخوره امیدواریم اگر از کار و تلاش ما در این سالها راضی بودید تمام توان و حمایت خودتون رو برای بازگشت کانال کیوسک به حالت قبل انجام بدید این درخواست فقط محدود به همین ویدیو نمیشه و از شما میخوایم روزانه از تمام ویدیوهای کیوسک حمایت حداکثری بکنید به امید آنکه بتونیم با هم این مسیر سخت رو تا انتها دست در دست هم پیش بریم به امید فردایی آزاد و آباد در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم داد و فریاد علی خامنه ای بر سر ابراهیم رئیسی خیانت تاریخی روزها به سید علی و حکومتش روز گذشته خبری شکه کننده جمهوری اسلامی و حکومت علی خامنه را در شک فرو برد دولت روسیه بار دیگر در همراهی با کشورهای عربی مالکیت ایران بر جزایر سگانه را زیر سوال برده و خواستار تصمیم گیری درباره این موضوع در دیوان دادگستری بین المللی شد. شد. گفته شده بعد از انتشار این خبر علی خامنه ای رهبر سالخورده نظام با عصبانیت و, و براشفتگی خواستار احزار فوری ابراهیم رئیسی و تیم وزارت خارجه دولتش به بیت رهبری شده است. کارشناسان دلیل این عصبانیت و براشفتگی علی خامنه ای از انتشار این خبر را ناکارآمدی مذاکرات ماه گذشته ابراهیم رئیسی در مسکو می دانند. گفته شده بعد از این که روسیه چندین بار در مجامع بین المللی پشت نظام را خالی کرده و عملا خیانت های تاریخی به گماشته هایش در تهران کرد علی خامنه ای از رئیس جمهور نظام خواسته بود تا در سفری فوری به روسیه این اختلافات پیش آمده را حل و فصل کند و با دادن امتیازات بیشتر به روسها در ایران دولت آن کشور را از حمایت بیش از پیش از کشورهای عربی در مقابل جمهوری اسلامی باز بدارد اما حالا بعد از گذشت چند هفته از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو که حاکمیت سعی داشته آن سفر را پر از دستاورد برای عموم مردم جلوه دهد حالا مشخص شده نه تنها سفر رئیس جمهور نظام به روسیه دستاوردی نداشت بلکه خیانت روزها به جمهوری اسلامی وارد فاز جدید و بی ای شده است در همین ارتباط حدود پنج ماه بعد از اینکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد با احضار سفیر روس در تهران به بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه اعتراض کرده است مسکو بار دیگر در همراهی با کشورهای عربی مالکیت ایران بر جزایر سگانه را زیر سوال برد و خواستار تصمیمگیری درباره این موضوع در دیوان دادگستری بین المللی شد. وزیران خارجه کشورهای عربی و روسیه که روز چهارشنبه 29 آذر در نشست همکاری روسیه و عرب شرکت کرده بودند در بیانیه پایانی این نشست سطح استثنایی روابط عربها و روسیه را ستودند و بر ارتقای همکاریها ها تحکید کردند این بیانیه حاوی موارد متعددی است که استفاده از راه حلها و ابتکارات صلحآمیز برای حل مناقشه مالکیت جزایر سگانه نیز از جمله آنها است و در آن با است استناد به بیانیه پایانی نشست ژوئیه اعلام شده است که از مطرح شدن این موضوع در دیوان دادگستری بین المللی بر اساس منشور سازمان ملل متحد حمایت می کنند. در همین بین و در واکنش جمهوری اسلامی به پافشاری روسیه بر همراهی با امارات در موضوع جزایر سگانه خلیج فارس مشاور امور بین رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه سی آذر بعضی مواضع وزارت خارجه روسیه در این زمینه را باعث تاسف و لطمه به اعتبار مسکو خواند این بیانیه به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه علی خامنه ای از این موضوع به جوش آمده است وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه روز دوشنبه ده ژوئیه در بیانیه پایانی نشست مسکو از راه حلی مسالمت آمیز در مورد جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی حمایت کردند و خواستار حل این موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان دادگستری بین المللی شدند. در همان زمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد با احضار سفیر روسیه در تهران به این موضوع اعتراض کرده است ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نیز نوشت جزایر سگانه تا ابد به ایران تعلق دارند و صدور این گونه بیانیه ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مقایر است سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و دیگر مقام های این وزارتخانه درباره اینکه اعتراضشان به وزارت خارجه روسیه چه نتایجی در پی داشت اطلاع رسانی نکردند بعد از انتشار این بیانیه جمعی از سفرا و دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی اقدام دولت روسیه را محکوم کرده و در بیانیه ای نوشتند سیاست شرق گرایی یک سویه و قرب ستیزی افراطی و انکار روابطی متوازن با کشورها و قدرت های جهانی بدون توجه به الزام های ژئوپلیتیکی ایران خسارت جبران ناپذیری به منافع ایران وارد کرده و هزینه های گذافی را تحمیل می کند. اما حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان ضمن دفاع از روی کرده دولت سیزدهم به امضا کنندگان این بیانیه تاخت و در یادداشتی نوشت مدعیان اصلاحات نه فقط در مقابل نقض حاکمیت ایران بر جزایر سگانه هیچ واکنشی نداشتند بلکه رسما و علنا از بیانیه های شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس حمایت کردند حالا با گذشت حدود پنج ماه از صدور بیانیه پیشین و کمتر از یک ماه پس از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو این کشور در بیانیه ای جدید در همراهی با کشورهای عربی مواضع پیشینش را تکرار کرده است با این حال این بار هم سخنگوی وزارت امور خارجه به صدور بیانیه ای اکتفا و تکرار کرد که جزایر سگانه به ایران تعلق ابدی دارند و جمهوری اسلامی هر ادعایی از هر طرف در این خصوص را مردود تلقی می کند. ناصر کنانی بیانیه ی نشست مراکش را بی اساس و مردود دانست و آن را محکوم کرد اما همچنان توضیح نداد که نتیجه اعتراض به مسکو چه خواهد بود. او در عین حال با تاکید بر سیاست تقویت روابط با همسایگان گفت جمهوری اسلامی ایران از کلیه همسایگان شمالی و جنوبیش میخواهد با مد نظر قرار دادن ظرفیت های بلفل و بلقوه موجود در سطوح دو جانبه و منطقه ای در راستای تقویت مناسبات گام بردارند و از طرح و تکرار برخی ادعاهای مردود اجتناب کنند زیر سوال بردن مالکیت ایران بر جزایر سگانه ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک از سوی کشورهایی که جمهوری اسلامی آنان را دوست و شریک تجاری مینامد پیشتر از پکن نیز اتفاق افتاده بود چین پاییز 1401 همراه سران کشورهای حاشیه خلیج فارس بیانیه ای را امضا کرد که در آن حل مسالمت آمیز موضوع جزایر سگانه مطرح شده بود در همان زمان نیز حسین امیر وزیر امور خارجه ایران با انتشار پستی به زبان چینی در رسانه اجتماعی ایکس یا توییتر به این بیانیه واکنش نشان داد و نوشت جزایر سگانه ابو موسا تنبه بزرگ و تنبه کوچک در خلیج فارس اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایرانند ما در ضرورت احترام به تمامیت ارزی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم تویت امیر عبداللهیان واکنش زیادی در پی داشته و بسیاری آن را نمایشی دانستند از نظر برخی تحلیلگران جمهوری اسلامی به رغم چنین ادعاهایی در سیاست نگاهش به شرق هیچ تغییری نمیدهد حتی وقتی که پای تمامیت ارزی ایران در میان باشد حکومت قصد جان فاطمه سپهری را کرده است ترس از شجاعت بی حد و حصر آزادی خواهان فاطمه سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلاباد مشهد با وجود وضعی جسمی نامساعد از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده و مقام های امنیتی و مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان جلوگیری می کنند. این مسئله باعث افزایش نگرانی ها درباره وضعیت سلامت جسمی این زندانی سیاسی شده است. آقای اسقر سپهری برادر فاطمه سپهری روز سشنبه 28 آذر در شبکه اجتماعی کرده فشارهای اعمال شده از سوی مسئولان زندان ضربان قلب خواهرش را بالا برده است بهداری زندان فقط به تزریق و دادن داروهای خواب آور بسنده می کند و وضعیت سلامتی او را نگران کننده کرده است او با بیان اینکه خانواده اش با فاطمه سپهری ملاقات کابینی داشتند گفت او از درد شدید در دست چپ نمیتواند بخوابد و قادر به تکان دادن انگشتان این دستش نیست و با وجود اینکه جراح دستور فیزیوتراپی را سه هفته پیش داده اما رئیس بخش زنان لیلا رامینفر و معاونش رحیمزاده اقدامی نکردند آقای سپهری تاکید کرده که خواهرش از درد چشم و خشک شدن آن به مسئولان زندان گفته اما مسئولین از اعزام او برای معاینه متخصص خودداری می کنند پوران نازمی فعال مدنی روز چهارشنبه 29 آذر با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس از جواد روحی یاد کرد که در زندان جان باخته و به گفته مجید کابه وکیل پرونده علیه رئیس زندان نوشهر و بهیار با عنوان قتل نفس جواد روحی تشکیل شده است نازمی با یاد کردن از جواد روحی نسبت به خطر بودن جان فاطمه سپهری هشدار داد و گفت ما امتداد صدای فاطمه سپهری هستیم ما فاطمه سپهری هستیم جواد روحی حتما بیاد دارید آخرین کسی بود که در زندان های جمهوری اسلامی به قتل رسید امروز جان فاطمه سپهری در خطره ما امتداد صدای فاطمه سپهری هستیم ما فاطمه سپهری هستیم همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری از کانال کیوسک رسیدیم فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسکه پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید